پرتوهای کاتودی. دقت کنید، ما میخوام ببینیم پرتوی کاتودی چجوری به وجود میاد. پرتوی کاتودی زمان تشکیل میشه، ما یک لوله شیشه یو شکل داریم، فشار داخل این لوله رو با به واسطه پمپ خلا خارج کردیم، فشار بسیار کم در حد خلا، دو تا فلز در دو انتهای این شیشه قرار دادیم به نام الکترود که هر کدوم از این فلزات به قطب منفی و مثبت وصل میشن، یک مولد. حالا اون قطبی که منفیه بهش میگیم کاتود، قطبی که مثبت باشه بهش میگیم آنود. هرگاه یک ولتاژ بسیار قوی بین این دو تا فلز اعمال بشه، پرتوهایی از سمت قطب منفی یعنی کاتود میرن به سمت قطب مثبت یعنی آنود، که ما به این پرتوها میگیم پرتوه کاتودی، چون منشأ پیدایش این پرتوها قطب کاتود میباشد. که ما میدونیم در اثر برخورد این پرتوها با یک ماده فلورسنت مانند روی سولفید یا همون ZNS نور سبز رنگی ایجاد میشه. دقت کنید، یه لوله شیشه‌ای، گفتیم فشار داخل بسیار کم، ولتاژی که اعمال میشه بسیار زیاد، پرتوهایی از سمت کاتود میرن به سمت آنود. حالا این آزمایش وقتی داره انجام میشه، گفتیم میتونیم داخلش از هوا یا گازهای دیگه استفاده کنیم که فشارشون بسیار کم باشه. الکترودهای ما میتونن فلزات مختلف باشن. با آزمایش‌های مختلفی که روی پرتوهای کاتودی انجام شد، گاز درونش رو تغییر دادن، فلز رو تغییر دادن، پرتوهای کاتودی از یک میدان الکتریکی عبور دادن، به نکات مهمی پی برده شد. مثلا شما دقت کن، میگم اگر داخل لوله مقداری هوا باشه با فشار کم، نور سبز رنگی تولید میشه. اگر ما به جای هوا از گاز هیدروژن هم استفاده کنیم، باز تا حدودی نور سبز رنگ تولید میشه. که اینجا با تغییر هوا به گاز هیدروژن نور ما تغییر میکنه. اما دقت کنیم در یه آزمایش دیگه، مثلا به جای کاتود آهن از مس استفاده کردیم، فلزش رو تغییر دادیم، نور ما تغییر نکرد رنگش. و اگه بیایم لوله پرتوی کاتودی رو در یک میدان مغناطیسی قرار بدیم، مشاهده میکنیم که پرتوهای کاتودی منحرف میشن. پس با توجه به انجام این آزمایش ها به ویژگی های مهم پرتوی کاتودی پی برده شد. خب ویژگی های پرتوی کاتودی: یک، از کاتود خارج شده و به خط راست حرکت میکند. دو، در برخورد با اجسام سخت ایجاد سایه میکنه. یعنی در مسیری که پرتوی کاتودی داره تولید میشه، ما اگه یک مانعی قرار بدیم، پرتوی کاتودی دیگه ازش عبور نمیکنه. این نشون میده که به خط راسته و انقدر انرژی نداره که از یک مانع عبور کنه. سه، در برخورد با گازها آنها رو یونیزه میکنن. پرتوی کاتودی در حین عبور از داخل لوله پرتوی کاتودی، وقتی به یک گازی برخورد میکنن، اون گازها رو یونیزه میکنه، یعنی تجزیه میکنن، که رنگ های مختلفی هم به وجود میاد. چهار، ورقه های نازک فلزی را تا نور سفید گرم میکنه. گفتیم هر نوری طول موج و انرژی خاص خودش رو داره، که پرتوهای کاتودی انرژی دارن تا طول موج نور سفید. گفتیم ورقه نازک فلزی رو تا نور سفید میتونه گرم کنه، یعنی تا اندازه نور سفید میتونه انرژی داشته باشه. پنج، روی فیلم های عکاسی یا صفحه عکاسی اثر میگذارند. ما میدونیم برخورد پرتوهای کاتودی به فیلم ها یا عکسای ما اونا رو از بین میبره، که در اصل میگیم آقا فیلم یا عکسمون سوخته بر اثر برخورد همین پرتوهای کاتودی. شش، در میدان مغناطیسی عمود در خطوط میدان منحرف میشه. تو آزمایش های انجام شده وقتی لوله پرتوی کاتودی درون یک میدان الکتریکی قرار گرفت، مشخص شد که پرتوهای کاتودی منحرف شد. جنس اشعه کاتودی از الکترون، این برای ما خیلی مهمه. ما چند تا پرتو در این فصل داریم که باید همه اینا رو چیکار کنیم بدونیم از چی تشکیل شدن. اولین پرتو پرتوی کاتودیه، که میدونیم همه پرتوی کاتودی از الکترون تشکیل شدن. دقت کنید. هشت، این بند خیلی برای ما مهمه. میگیم رنگ نور مستقل از فلز کاتود بوده و به گاز درون لوله وابسته است. یعنی اگه در یک آزمایشی ما گاز درون لوله رو تغییر بدیم، رنگ پرتوی کاتودی ما تغییر میکنه، اما اگر فلز الکترود تغییر کنه، رنگ نور تغییر نمیکنه. فقط توجه داشته باشید، ما داریم میگیم رنگمون همیشه پرتوی کاتودی ثابت و یکسان،
اما رنگی که برای ما تولید میکنه گفتیم وابسته است به گاز درون لوله. دقت کنید، اگه مثلا هوا داشته باشیم رنگی که تولید میشه سبز، هلیوم باشه رنگش قرمز، آرگون باشه رنگش نارنجی. یعنی با توجه به اینکه چه گازی درون این لوله با فشار بسیار کم وجود داره، رنگی که تولید میکنه متفاوت. نو میگیم همه مواد دارای الکترون هستن. وقتی اومدیم فلزهای مختلفی رو قرار دادیم در آزمایش لوله کاتودی، دیدیم پرتوی کاتودی همیشه تولید شد. پس این نشون میده همه مواد دارای الکترون هستن و میتونن الکترون خودشون رو آزاد کنن به سمت آنود. نکته یک، فلورسنت به ماده گفتمش که داره خاصیت فلورسانسه. خب خاصیت فلورسانس چیه؟ یک خاصیت فیزیکی که نور با یه طول موجی رو جذب، نور با طول موج بلندتری رو ساطع میکنه یا خودش عبور میده. حالا این خاصیت اگر منبع نورش قطع بشه، این خاصیت رو از دست میده. تا زمانی که نور به ماده فلورسنت بتابه، خاصیت فلورسانس خودشو داره. زمانی که نور قطع بشه، این خاصیت هم از بین میره. تابش نور فلورسانس با قطع شدن منبع نور قطع میشود. روی سولفید یا همون ZNS از جمله مهمترین مواد فلورسنت است که در تولید لامپ تلویزیون و نمایشگرها کاربرد دارد. ما یه ماده دیگه داریم به نام فسفورسانس، فلورسانس که توضیحش دادیم. اما فسفورسانس چیه؟ این ویژگی هم تا حدود شبیه فلورسانسه. یک خاصیت فیزیکیه. نور با یه طول موج رو جذب میکنه، نور با طول موج بلندتر از خودش عبور میده. تنها تفاوت که بین فلورسانس و فسفورسانس وجود داره اینه که در فسفورسانس با قطع شدن منبع نور، این خاصیت تا حدودی ادامه پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل مواد شبنما، شبرنگ که در طول روز که نور وجود داره انرژی رو جذب خودش میکنه، در شب که نور وجود نداره هنوز پرتوی خودش رو داره ساطع میکنه یا عبور میده خودش. نکته دو، تخلیه الکتریکی هنگامی رخ میدهد که بدون اتصال مستقیم بین دو جسم الکترون ها از یکی به دیگری منتقل شوند. شرط این جا به جای اختلاف پتانسیل بالاست. یعنی وقتی بین دو تا ماده که حالا حتی نارسانا باشه بیایم یک اختلاف پتانسیل بالایی ایجاد کنیم، تخلیه الکتریکی به وجود میاد. یعنی الکترون ها حرکت میکنن از سمت کاتود به سمت آنود. نکته بعدی، در این فصل اسم دانشمندا و کارهایی که برای ما انجام دادن خیلی مهمه، باید خوب یاد بگیریم. دانشمندی مثل تامسون با آزمایش هایی که روی لوله های پرتوی کاتودی انجام داد، تونست یک مقدار و یک خاصیت مهم در مورد الکترون رو کشف کنه و اونم نسبت بار به جرم الکترون بود. پس بدونیم نسبت بار به جرم الکترون توسط تامسون کشف شد که مقدارش هم بود 1.76 ضرب در 10^8 کلون بر گرم. خب ما میدونیم C همون کلونه، یکای SI برای بار حساب میشه. پس تامسون نسبت بار به جرم الکترون اندازه گیری کرد. دانشمند بعدی رابرت میلیکان با آزمایشی که انجام داد تونست مقدار بار الکتریکی الکترون اندازه گیری کنه که برابر بود با -1.602 ضرب در 10^-19 کلون. خب با توجه به اینکه نسبت بار به جرم توسط تامسون قبلش اندازه گیری شده بود، حالا مقدار بارم توسط رابرت میلیکان اندازه گیری شد، با یک محاسبه خیلی ساده تامسون تونست مقدار جرم الکترون اندازه گیری کنه که مقدار جرم برابر بود با 9.109 ضرب در 10^-28 گرم، که با توجه به این شرایط تامسون و رابرت میلیکان مقدار بار، جرم و نسبت الکترون رو کشف کردن.